اونها که سید علی خامنه ای رو میشناسن از نزدیک میدونن که یک آدم حسودی است، یعنی در حسادت همه به این قضیه معترفن، حتی برادرانش محمد خامنه ای و یا هادی خامنه ای جز حسن که باهاش داره کار میکنه. اون دوتای دیگه خود من شاهد بودم پیش از انقلاب به درگیری های اینها با علی خامنه ای، چون حسادت میورزید حتی به برادر خودش که مثلا یکی رفته بود دانشگاه درس خونده بود، یکی چه بود اینها. حالا مسئله حسادت در میدان سیاسی ایران نیز نقش داشته تا این 40 سال اخیر، برای همین هم است که الان قاطبه آدمایی که سابق هم تو قدرت بودن باهاش مخالفن. همیشه درگیری ها از جای شده که نزدیکترین افراد بهش دشمنش شدن. حالا اگر این کلون هم باشه که خود خامنه ای هم نیست که اون مرده، به هر حال کلون ژنتیکی که ساخته میشه اون حالت ها و خصوصیات و موارد و مشکلات بیماری روانی فلان اینا هم درش هست. این هم یادتون نره که فکر نکنید سیاوش هست تو حرف سابقش رو گرفته که این اون نیست. به فردین خامنه ای حسودی شد، به گلپا حسودی شد، به بازرگان حسودی شد. بازرگان وقتی که دعوت شد بره آمریکا و بعد ما دعوت شد بره پاریس سخنرانی بکنه و اینا، تو فرودگاه تو هواپیما زدنش که فرودگاه اومد پایین مرده بود. حالا بگذاریم، اینا خود قصه ای داره حسادت سید علی خامنه. آخرین برگی که از حسادتش سیاوش اوستا امروز میخواد به شما رو کنه مربوط میشه به نزدیکترین و معتمدترین آدم بهش، سید ابراهیم رئیسی. به چه نوغون میشیدی حالا رئیس جمهور؟ این وقتی که رئیس آستان قدس رضوی شده بود، اومد این فاحشه خونه های هتل هایی که توش فاحشه خونه بود رو شروع کرد به بستن و هتل ساختن که با اینها رقابت کنه. اومد این کارو بکنه، تا اومد این کارو بکنه فاحشه خونه ها رو ببنده، چون میدونید همه تون مطلع هستید از زنهای شوهردار با اجازه شوهرشون شوربختانه هرزگی میکردن، تن فروشی میکردن. این اعراب که میومدن به مشهد، شهر منه، ولی شوربختانه وقتی وجود داره وجود داره. حالا اونجا فوری فرستاد قوه قضاییه، اونجا برداشتش انداختش قوه قضاییه، چون اداره بد جوری از این آستان قدس استفاده میکنه و فلان اینا، انداختش قوه قضاییه که بود این میخواست اونجا بمونه تا در خبرگان رهبر بشه. فوری انداختش جلو، برو رئیس جمهور بشو. با این همه دشمن گفت نه تو برو بشو، برو رئیس جمهور بکنیم. حالا که رئیس جمهور شده، چون هدف نهایی علی خامنه‌ای اینه که مشتبه فرزندش سالها روش کار کرده، پنهانه، حرف نمیزنه، ولی رهبری میکنه الان 20 خورده سال ایران رو، اونی که میگردونه علی خامنه‌ای، اون مجتبی است که همه دستورات رو به این ور اون ور میده، با مذاکرات نشسته، همه با مجتبی خامنه‌ای هست و همه هم وظیفه دارن که در مورد حرفی نزنن، کسی حرف بزنه ترتیبشو میدن. حالا خبرگان اینها، مجلس خران و همون خبرگان 11 اسفند ماه برگزار میشه. 510 نفر برای کمتر از 90 کرسی ثبت نام کردن و جنتی، این یارو که قبل از اینکه خدا به وجود بیاد اصلا میگن وجود داشته، میگن قبل از اینکه بهشت ساخته بشه این وجود داشته، جنت و جنت، اینقدر براش خود آخوندا این فیلم ها رو براش در آوردن، میگن اصلا رفته خواستگار حوا بوده، خواستگار حوا بوده، حوا گفت من تو رو نمیخوام، رفت به آدم ازدواج کرد. اینا جوکاییه که خود روحانیون در داخل ایران، این پلیدان در مورد این پلید 97 ساله میگن. حالا اینم ثبت نام نکرده، ولی یک کسی که ثبت نام کرده خیلی مسئله مهمه، روحانی است. روحانی همه الان جنجال را انداختن که اینو میخوان رد صلاحیت کنن. اینجا خامنه‌ای باز یه بار دیگه میخواد بازی کنه، اون بازی اینه که میخواد روحانی رو وارد مجلس خبرگان کنه تا ترتیب سید ابراهیم رئیسی رو بده، یعنی نوچه و نوکر خودش. چون قبل از این هم یکی دو سال پیش یک مسئله رو مطرح کرد خامنه‌ای که اینجوری ضربه بزنه به این رئیسی که پا در اون میدان رقابت خبرگان در برای رهبری نگذاره. اونجا حقانیان که همه کاره خامنه‌ای بود به دو تا خبرنگار گفت که این رئیسی اومده از من پرسیده، گفته نظر تو چیه که من رهبر بشم؟
آره به ما گفته. او دو تا خبرنگار اومده اینو منتشر کردن. وقتی اینو منتشر کردن رئیسی میره پیش خمینی، خامنه ای میگه آقا این یارو رفیقتو دروغ میگه، حقانی ما چلار بهش نزدیم، اگرم اون اومده گفته دروغ گفته. اون موقع است که حقانیان این قضیه ماه پیش پیش اومد، یعنی این دو تا خبرنگار بعد دو سال این مطلب رو مطرح کردن در مهر ماه امسال، و وقتی اینو مطرحش کردن بازداشت شدن. بازداشت شدن چون حقانیان الان شریعت ایران یک جور دیگه است، اومد گفت من چه حرف رو نزدم. اما صدای حقانیان، سردار حقانیان، وحید حقانیان، همه کاره خامنه ای که الان دیگه گذاشتنش تقریبا کنار، اون موقع سر کار بود الان گذاشتنش کنار، اومده گفته که نه من چنین حرف رو اصلا نزدم. چون بزنه باید بگه که خامنه ای برنامه ریخته بودیم که ترتیب رئیسی رو بدیم اون موقع. این دو تا خبرنگار اعلام کردن که امیلی که بازداشت شدن، ما صدای حقانیان رو داریم که این چه حرف زده. یعنی این هایی که دارم بهتون میگم توطئه‌هایی است که خود خامنه‌ای علیه آدمترین نوکرترین خودش رئیسی داره انجام میده و داده. از قوه قضاییه، قبل قوه قضاییه آستان قدس، بعد این شایعه و الان. برای همین میخواد روحانی رو وارد مجلس خبرگان بکنه. با ورود روحانی به خبرگان این تضعیف میشه. از اون طرف روحانی وعده و قول داده به علی خامنه ای که وقتی بره توی خبرگان و در قدرت همیشه کادر حکومتی باشه با خامنه ای که مشتبه خامنه ای بشه رهبر، همونطور که توافقی با میرحسین موسوی کرده بود که هفت تا وزارت خونه رو میرحسین موسوی قرار بود خامنه ای انتخاب کنه که بعد کازو کوزه همه چیز به هم خورد. یعنی این دارم کل قضیه که بهتون میگم اینه که بدونید مردم بنی هاشم حاکم بر ایران همه با هم متحد هستن. از این امام سفیدان به عنوان نوکر استفاده میکنن. یعنی هرگز حسن روحانی بین 90 تا که میره تو پارلمان اینها خبرگان نمیتونه که رهبر بشه، که کسی به اون رأی نمیده، ولی اونجا هست که ترتیب رئیسی رو بده که وعده داده تلاش میکنه روحانی برای رهبری مجتبای خامنه ای. چون در این شک نکنید که حسن روحانی کینه و دشمنی داره. دیدید حتی اومد گفت ما همه گفتیم دو سال رئیسی آدم کشتی. روحانی وقتی که رئیس جمهور هم بود و ما خواست دوباره انتخاب بشه اومد گفت آقا کسی که 30 سال اعدام کرده که پیش نمیره کسی رأی بده. خب هیچ کسی نگفته رئیسی 30 سال اعدام میگرده. همه حتی مجاهدین خلق که خیلی از اعدام شده از اونا بود، اینا گفتن میگن 2 سال. یعنی تا این حد وقاحت داره روحانی. و از اون طرف هم میلیاردها دلار امریکا، میدونید که بایدن دموکرات ها با رژیم جمهوری اسلامی یکی هستن، چفت هستن، یعنی با هم میلیاردها دلار از اون طرف از امریکا قرار است پروی مصادره شده در اختیار روحانی قرار بگیره برای شرکت در انتخابات خبرگان که رأی بالایی بیاره بره اون تو و رئیسی حذف بشه و روحانی بعدن خودش رو نامزد ریاست جمهوری بکنه و خامنه ای را بمیرانندش و مشتبه خامنه ای بیاد روی صحنه. این بحث شما باید بازش کنید و دنبالش کنید و بدونید که روحانیت ایران، عمامه سیاه عمامه سفید، اینا بنی هاشم ضد ایرانی هستند. برای بازی هم هستند، دو جناح برای بازی هستند، سر ماها رو گرم کنن. برای اینکه سر ماها رو گرم کنن یکی به نل میزنن یکی به میخ، وگرنه همونطور که بارها بهتون گفتم هیچ چیزی به نفع ملت ایران از این بازی دو جناحی اینها تا حالا نفع ملت ایران نبرده. به هوش باشید، روشن باشید. رئیسی رو میخوان ترتیبش رو بدن که جا برای مشتبه کاملا باز بشه. گول نخورید، وارد این بازی ها نشید و عمله و مزدور مفت رسانه ای دو جناح نشید. هر دو جناح رو بایستی همیشه با هم بزنید. پول زیادی در اختیار داره روحانی، پول امریکاست، پول های مصادره شده ملت ایرانه که در اختیار اینا میذارن، چون برای امریکا بهتره که این باند باشه. رئیسشون اصلا با اینا کار میکنه. یادتونم نرفته که ظریف در پارلمان چی گفت؟ پخش کردیم بارها براتون. ظریف وزیر امور خارجه به اصطلاح اصلاح طلب در پارلمان گفت جورج سوروس از قبل از اینکه اصلا من وزیر بشم اینجا وجود داشته، حضور داشته، کار میکنه. یعنی این رندی علی خامنه ای که همیشه هر چی باشه قربانی میکنه تا خودشو